به کتابخانه مطالعات ایرانی و شب سخنرانی و کتابخانی جناب دکتر حسن کامشاد خوش آمدید. من قبل از اینکه مختصری از شرح حال ایشون رو بدم، یکی دو تا مطلب بود و یک اعلان بود که خدمتتون عرض میکنم. جالب هست برای همه شاید بدونید که امروز در کتابخانه مطالعات ایرانی هستیم و 400 سال فوت شکسپیر، نویسنده معروف انگلستان هست، در ضمن که اینطور انگلیس ها قدرشون میدونن و ای کاش ما ایرانی ها هم قدر بزرگان ادب و هنر خودمون رو به همین اندازه میداشتیم. و همینطور 400 سال جالب هست سروانتس، نویسنده معروف دون کیخوت، اونم فوتش اینطور روزی بوده. و گفتم این دو موضوع رو خدمتتون بگم که جالب باشه از نظر ادبی. دوست عزیزمون آقای احمد وحدت‌خواه اعلانی به من دادن، بنیاد فرهنگی فردوسی که در انگلستان فعالیت دارن، گرده همایی ماهیانه‌شون روز یکشنبه اول می 2016 هستش، ساعت 5 بعد از ظهر. موضوع گرده همایی تأثیر محیط زیست و باورهای دینی بر فرهنگ خوراک ایرانیان. سخنرانی پژوهشگر علوم انسانی خانم فروغ صابر هست و اعلاناتش اینجا روی میز اعلانات کتابخونه هست، میتونید بردارید. شماره 35 تا 37 فیتزروی استریت لندن. و این اعلانی بودش که خدمتتون داشته باشم. در ضمن امشب خواستم خدمتتون بگم کتاب‌های جناب دکتر کامشاد اینجا چند تاش رو آوردن که لطف کردن به کتابخونه اهدا کردن و اینجا برای فروش گذاشتیم که میتونید بخرید، خریداری کنید. 10 پوند فکر کنم اگر اشتباه نکنم خدمت داشته شده. و بعد اگر مایل بودید که کتاب هایشون رو داشته باشید، روی آمازون میتونید برید و کتاب همین امشب صحبتش هست، حدیث نفس، که زندگی نامه ایشون هستش، و کتاب های دیگرشون میتونید خریداری کنید از روی آمازون. مختصری از شرح حال جناب دکتر کامشاد رو خدمتتون بدم. جناب دکتر کامشاد زاده 1304 در اصفهان هستن، مترجم و پژوهشگر ادبیات فارسی. ایشون تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان و دبیرستان ادب طی کردند و پس از دبیرستان با دیپلم ادبی برای ادامه تحصیل به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتند. پس از فارغ التحصیلی به جنوب رفتند و مشغول کار در شرکت نفت شدند. در اون موقع فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردند و در پی وقایع 28 مرداد مجبور شدند که به تهران بیان. ایشون بعدها به دعوت دانشگاه کمبریج برای تدریس زبان فارسی به انگلستان آمدند و در کنار تدریس به تحصیل زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه پرداختند و رساله دکتراشون درباره نثر معاصر فارسی بود که بعدها در انگلستان به عنوان Modern Persian Prose Literature به چاپ رسید. این کتاب سالها بعد توسط ایشون به عنوان پایه‌گذاران نثر جدید فارسی که یک نسخه اینجا هستش، البته این کتاب ها برای نشون دادن شما هست که چه اندازه جناب کامشاد کار کردن این سال ها. یک تعدادی از کتاب هایی که ترجمه ایشون یا نوشته ایشون هست اینجا برای نمایش گذاشتید. و ایشون پس از تحصیل به عنوان استاد جدید فارسی توسط ایشون پس عنوان استاد زبان فارسی در دانشگاه کمبریج به تدریس پرداختن و همچنین استاد مدعو در دانشگاه کالیفرنیا بودند. پس از 5 سال تحصیل به ایران بازگشتند و سالها در ایران بودند تا اینکه از طرف شرکت نفت به لندن آمدند و پس از بازنشستگی به تألیف و ترجمه مشغول شدند. دیگه من بقیه صحبت رو به دست جناب دکتر آجدانی میدم و بعد در خدمت خودشون هستم. خواهش می‌کنم. با سلام به شما. باید بگم اگر من 10 بار میرفتم خواستگاری از دختران بسیار حریفته و زیبا و اینها، تا حالا 10 بار ازدواج کرده بودم. ولی این جناب کامشادو من سالهاست که میشناسم. باور کنید که چندین بار ازش دعوت کردم که جلسه در کتابخانه بذاریم که مردم با کارهاش، با آثارش، با خودش، با فکرش و با اندیشه هاش از برخورد نزدیک آشناش.
قول نمیدادن، همش میگم من سخنران نیستم و من اهل نمیدونم صحبت و سخنوری نیستم و اینها، تا بالاخره من این قول این جلسه رو ازشون گرفتم. اینم 2 سال پیش گرفتیم، امروز برگزار شد. شما تصور بکنید که من چه کشیدم تا این جلسه امروز برگزار بشه. اما نام حسن کامشاد وقتی همیشه این اسم به خاطر من میاد یا رو کتابی میبینم یا جایی عنوان میشه، فضای اطراف من معطر میشه. و این نام همیشه با 2 نام دیگه هم همراه است. و این در مورد حسن کامشاد نیست. وقتی شاهرخ مسکوب هم اسمش رو میبینم یاد حسن کامشاد میفتم. وقتی مصطفی رحیمی رو اسمش رو میبینم یاد حسن کامشاد میفتم. حسن کامشاد من رو به یاد اون 2 نفر دیگه میاندازه. این کامشاد رحیمی و شاهرخ مسکوب در سال آخر دبیرستان با هم همکلاس بودند در اصفهان و 3 چهره درخشان فرهنگ معاصر ایرانند که هم خدمات درخشانی به فرهنگ و زبان فارسی به تاریخ ما کردند و هم مظهر فضیلت و اخلاق روشنفکری بودند. این نکته رو من خیلی تاکید میکنم وقتی میگم مظهر اخلاق روشنفکری بودند، برای اینکه اخلاق روشنفکری پرداخت داره. یعنی شما باید یک کارهایی بکنید و از یک چیزهای پرهیز بکنید که رو لبه تیغ حرکت بکنید تا بتونید دنیای ذهنی خودتون رو به یک جامعه منتقل بکنید. اما اولین آشنایی من با حسن کامشاد، برای اینکه این یه نسل از من کاملا جلوتر، 25 سال اختلاف سن، سال اول دانشکده ادبیات، من با کتاب تاریخچیست آشنا شدم و اون موقع در زبان فارسی هیچ متنی، هیچ نوشته‌ای وجود نداشت که مباحث نظری تاریخ نگاری جدید رو به جامعه ایران منتقل بکنه. حتی در دانشگاه تهران مباحث جدید در کلاس‌های تاریخ مطرح نمی‌شد. وقتی این کتاب در اومد، یک نسلی تازه فهمیدن که با تاریخ چجوری میشه برخورد کرد، چجوری میشه یاد گرفت. و این کتاب با اینکه من دانشجوی ادبیات بودم، انگیزه اصلی علاقه من شد به تاریخ، به نگاه کردن به مسائل تاریخ. و این اولین کتابی بود که از حسن کامشاد خوندم و این آخرین کتابیه، به اسم درک یک پایان، یه رمان. و این کتاب به اعتقاد من نجابت زبان فارسی رو از دست حسن کامشاد نشون میده. یعنی رمانی رو ترجمه کرده با ساختار زبانی که من فکر میکردم این جمهوری اسلامی باید جلوی نمیگیره، ولی نوع کاربرد زبان فارسی در این کتاب طوریه که هیچ سانسورگری نمیتونست یقه کتاب بگیره. برای اینکه نجابت یک زبان همه مسائل رو در آشکارگی و در پنهانی مطرح میکنه. این هنر قلم حسن کامشاد. و حالا برگردم به مهمترین کاری که امشب داریم صحبت میکنیم. ابراهیم مکلا در مورد همین کتاب حدیث نفس یک جمله‌ای گفت، گفت که اگر خاطره نویسی در ایران، یک جایی مقاله نوشته بود که در مورد کتاب‌های خاطره و نمیدونم به اصطلاح نمونه‌هایی که کامشاد حدیث نفس ازش یاد میکنه، گفت 2 کتاب در زبان فارسی هست، یکی کتاب زندگانی من عبدالله مستوفی و آخرین کتاب هم کتاب حسن کامشاد که شما میتونید این دوتا رو بگید نمونه است. و من فکر میکنم اگه یک روزی در ایران آموزش پرورش آزادی وجود داشته باشه، نوشته های حسن کامشاد و به خصوص این بخش هایی که در حدیث نفس اومده باید به عنوان سرمخش به نمونه فارسی نویسی و طنز نویسی به شارف و تیزی که شما کمتر نوشته میبینید در وجدان آموزشی مملکت ما به فرزندان مملکت ما تدریس بشه و نمونه به اصطلاح فصیح و بلیغ نسلی که میتونه با همه
ارتباط صمیمانه برقرار کنه. و همین جهت شما این کتابایی رو که الان امشب می‌بینید نمونه کارهای حسن کامشاد، حاصل زندگی حسن کامشاده، اما این حاصل زندگی رو زندگی بسیاری دیگر تاثیر گذاشته. یکی خود من هستم که اینجا در حضورتون هستم و زندگی من و بر من، بر دانش من، بر فکر من، بر نگاه من نسبت به جهان تاثیر گذاشت و مطمئنم رو هم نسل‌های ما هم همین تاثیرها رو گذاشت. من راجع به کتاب حدیث نفس کامشاد یه مطلبی نوشتم در معرفیش که در ایران چاپ شد و در مورد کتاب دیگرش که یک نمونه درخشانیه از نمونه کار فلسفی، چون بخشی از کار کامشاد به اصطلاح ترجمه فلسفیه، ویتگنشتاین، پوپر و سیخ بخاری، و من در مورد اون کتاب هم نقد نوشتم، مطلب نوشتم که هم در لندن چاپ شد هم در ایران. و اهمیت قضیه اینه که کسی اگر بخواد یه چنین کتابی رو ترجمه بکنه هم باید به زبان مبدأ و هم به زبان مقصد تسلط کافی داشته باشه تا فارسی رو خوب ندونن. البته اون زمینه فلسفی اگر تا با مباحث فلسفی آشنایی دقیق نداشته باشه نمیتونه یک چنین کتابی ترجمه بشه. بنابراین ترجمه های حسن کامشاد سنده، هم به لحاظ نمونه زبانی که به کار میگیره و هم به لحاظ نمونه موثقی که در اختیارتون میذاره. من بحثم کوتاه میکنم و از عزیز بزرگوار من خواهش میکنم که بیاد و ما در خدمتش باشیم.